وارد بخش دوم عنوان نشست میشیم برای سوال کردن. دوستان 5 دقیقه وقت دارید، سوال، پیشنهاد، انتقاد، ولی خواهش میکنم در بحث روز باقی بمانید. کسی تا حالا وقت نگرفته، بفرمایید. من وقت آقای گرفتم. قاسمی بفرمایید. بله، بسیار متشکرم از سخنان خانم انصاری و آقای امیر شریفی که هر دو عضو حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران هستند و خانم انصاری مسئول کمیسیون حقوق بشر یا حقوقی هستم، بیشتر حقوقی، و آقای امیر شریفی هم مشاور نهاد راهبردی هستم. متاسفم از اینکه آقای رجایی که قول داده بود بیاد نیومدم. ببینید، ما چرا این موضوع رو مطرح کردیم؟ چرا گفتیم که فرضیه یا کدام فرضیه و کدام فرضیه ها احتمالاً در وضعیت ایران در ماهای پیش روش؟ علت اینکه این موضوع رو ما انتخاب کردیم سوای از، یعنی به کیفیت و سامان جمهوری اسلامی، اون رفتار و روش و قانون اساسی و ولی فقیه و بقیه چیزها، یعنی در واقع مجلس و قوه قضاییه و قوای نظامی انتظامی اینها و خود ولی فقیه و قانون اساسی هیچ تغییری پیدا نکرد. اما یک چیزی این وسط تغییر پیدا کرد در داخل، یعنی دو، هم در داخل و هم در خارج یک سری تغییراتی به وجود اومده در مقایسه با آنچه که در گذشته و در زمانی بوده که رئیسی انتخاب شد. این تغییرات یک بخش عمدش آرایش نیروهای، به اصطلاح نیروهای اپوزیسیون، یا اپوزیسیون نه بلکه نیروهای خودی جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان در رابطه‌ای که در برداشتی که از این رأی‌گیری یا انتصابات و انتخابات که نمیشه گفت در داخل جامعه به وجود اومد، یعنی یه نیروها جابجا شدن، یه تعدادی از اصلاح طلبان رفتن طرفداری کردن، گفتن آره پزشکیان اینه فلان و اینا، تا اینکه نهضت آزادی و نمیدونم کسایی دیگه هم رفتن یه کارهای عجیب غریبی انجام دادن، مثل اینکه دنیا داره به هم میخوره و یک نوع شرایطی رو به وجود آوردند که اون شرایط نیازمند یک بررسی بود، نیازمند این بود که آیا یک فرضیه این پشت هست یا نیست. بنابراین ما، این یکی از دلایلی بود که این موضوع رو مطرح کردیم که یه بررسی بکنیم ببینیم که خب چه خبر شد که این بخشی از اصلاح طلبا این شکلی تصمیم گرفتن، یا چه خبر شد که این به هر حال آرایش نیروهای مقدار جابجا شد. یک مسئله دیگری که باز مطرح شده که با ماهای گذشته در تفاوت داره، مسئله وضعیت ایران در منطقه است.
وضعیت ایران در منطقه مثل یک سال گذشته، دو سال گذشته نیست، برای اینکه با جنگ غزه، مسئله اسرائیل و مسائل درگیری های حزب الله، درگیری های حماس با اسرائیل و تهدیداتی که وجود داره در منطقه برای احتمالا یک چیز وسیعتر، یا یک تهدیداتی وجود داره که احتمال یک جنگ وسیعتری رو میتونه بده. بنابراین در منطقه برای جمهوری اسلامی دیگه در اون شرایط نیست که 4 تا 3 تا حوزه عملیاتی نظامی داشته باشه. الان میبینیم که مرتب میزنن و جمهوری اسلامیه که خودشو عقب میکشه. یعنی این هم یکی از مسائلیه که قابل فکر کردن، که آیا این فاکتور هم اثر داشته در این وضعیت. چون یکی از فرضیاتم اینه که اصلا رئیسی مرده، اون حادثه بوده یا حادثه رو ساختن، یکی از فرضیاتم اینه. بنابراین در منطقه هم وضعیت این شکلیه. در ارتباطات وضعیت بین المللی، تحریم ها، موقعیتی که وضعیتی که امریکا داره، یه روز هست یه روز نیست، یه روز میگه هستم یه روز میگه نیستم، کارهایی که بایدن داره انجام میده، و مسئله چین و روسیه، باز اینم اون چین و روسیه یک سال پیش دیگه نیستن. ببینید اینها یک سری عواملیه که تغییر پیدا کرده. و موقعیت اروپا، جنگ چی اسمش، اوکراین با روسیه، موقعیت روسیه. ببینید تمام اینها یک سری یک دورنمای دیگه ای رو میده، یک صحنه دیگه ای رو ساخته. وقتی نگاه میکنید یه چشمانداز دیگه ایه. کوشش ما بر این بود که با توجه به این مسائلی که هست یک بررسی بکنیم، ببینیم که آیا میتونیم، همه اینا فرضیاته، یک بررسی بکنیم ببینیم میتونیم یک پیشبینی بکنیم، مثلا در 6 ماه آینده یا در 3 ماه آینده وضعیت ایران در چه حالتی قرار خواهد گرفت. این یعنی راه حل براش نداریم. چشم، دارم جملم تموم میشه. راه حل براش نداریم، بلکه احتیاج به فکر کردن در موردش داریم. حتما نباید راه حل پیدا کرد، و راه حل ها میتونه متفاوت و چیز باشه، ولی فکر کردنی که مهمه. فکر کنیم ببینیم با همدیگه چجوری وضعیت. این عرایز بنده. با سپاس از شما آقای قاسمی. آقای اوتن دولتی بفرمایید. آقای دولتی من کمالی هستم. بفرمایید آقای کمالی. از بزرگ جناب عالی مطالبی که فرمودند دقیقا در ایران مورد توجه، و اینها رو کاملا در انتخابات مؤثر میدونن. ما پیش بینیمون اینه که حکومت بسیار دچار تزلزل شده، وحشت کرده و از آینده خودش ترسیده. به همین علت هم بوده که آمده یه آدمی رو پیدا کرده که
سابقه دزدی نداشته در حکومت و این آدم نادریه. مردم و روشن فکران فضای مجازی هم اینو تبدیلش کردن به یک جنجال و به یک امیددهی و به یک دلبستگی و به اینکه این دورنمایی است از یه تغییرات آینده. جوری شور و ولوله کردن که انگار که نشنیدن که جناب رهبر که بارها آمد تشویق کرد به رأی دادن، هرگز وعده نداد، گفت شما بیاین چی کار بکنید، نگفت من چه کار میکنم. اصلا توجه نکردن به این. این روشنفکرهای ذوق زده یه فرصت پیدا کردن اینجا انگار یه سرمونیه چه خبره، اومدن شلوغش کردن فلان، با همه این احوال موفق نشدن به اون حدی از سرگرمی ایجاد کنن، پروپاگاندا رو اونقدر زیاد کنن که واقعا ملت بیان هجوم بیارن به صندوق های رأی، که حالا گزارش های خیلی زیادی داده شده که دارایی های این کمیته امداد رو برداشتن برای آقای مثلا جلیل خرج کردن، یا اینکه بخشدارا اینا رو صدا کردن و گفتن اگر میخواید بمونین باید حتما توی انتخابات جهتگیری داشته باشین. خب همه این کار رو که کردن، ولی در مقابل هیچ کس هیچ تضمینی نداره برای فردا. و جمهوری اسلامی اگر که پیش بینی ها درست باشه، آقای دکتر بیان بشن رئیس جمهور، یه مشکل موقتی حکومت رو قراره حل بکنن، وگرنه رئیس جمهوری که بخواد قدرتمند عمل کنه بهش اجازه نمیدن و حاضر نیستن که کسی به عنوان رئیس جمهور خودی نشون بده. نمونهش در مورد برجام، همینقدر که چند میلیارد گرفتن به خاطر برقراری برجام، پشترش دبه در آوردن. حالا سرگرمی های حکومت کجاست؟ سوریه است، اوکراین، روسیه است و چین. اصلا ایران مطرح نیست. من نمیدونم چرا این روشنفکران درون کشور این همه ذوق زده شدن. واقعیت اینه که ما در 6 ماه تا 1 سال آینده شاهد یه تغییر، یعنی انتظار داریم شاهد یه تغییراتی باشیم، نوعش هم معلوم نیست، قابل پیش بینی نیست. عرضم تمام. با سپاس از شما آقای کمالی. آقای دولتی بفرمایید. آقای دولتی سلام، عرض ادب مجدد. ممنون. من سعی میکنم که 5 دقیقه دیگه آقای خلف، درسته؟ بله 5 دقیقه بفرمایید. چشم، من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. اول تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که صحبت کردن. امیر عزیزم کار من خیلی راحت کرد، یه سری از موارد گفت که احتیاج برگشتم اون موارد نیستش. من اون که در 6 ماه یا 1 سال آینده، یا دقیقاً اون که وظیفه ساختاری که به پزشکیان داده شده رو عرض میکنم، اول از همه میرم وارد بحث سیاست خارجی میشه. ببینیم که سیاست خارجی الان از طریق عمان مذاکرات در جریان هستش، با کشورهای منطقه هم مذاکرات در حال انجام هستش که تنش رو بیارن کنار. یعنی اون سیاستی که تو روابط بین المللش میگن سیاست تنش صفر، جمهوری اسلامی به دنبال این موضوع هست
بعد از اون درگیری های بالایی که داشتش، بعد از اون تنش های مکرری که با کشورهای منطقه داشت، موشکباران به اسرائیل، حالا بحث غزه که تقریبا آخراش حالا داریم میرسیم که ببینیم که به یک انجام و فرجام خوب یا بدی حالا داره میرسه، و همه این موارد جمهوری اسلامی دنبال این هستش که یه مدتی یک آرامش، یک بازسازی داشته باشه. اون قوایی که ازش نیروهای نیابتی که حداقل آسیب دیدن، شبکش رو نگاه بکنه، شبکش کجا هستن، شبکش کجا آسیب دیده، شبکش چطور میتونه تقویت بکنه یا بهبود موقعیت بده. یعنی اگر شبکش در اون منطقه، اون گروه نیابتیش داره مشکلی هست، اون گروه نیابتی در چشم اون مردم اون کشور به عنوان مقصر شناخته میشه، اون رو ترمیم بکنه به عنوان بازوی خودش، خودش هم وچش رو بیاره بالا و با سیاست تنش صفر بتونه یه مقدار فشارهای خارجی خودش رو کم بکنه. حتی این مذاکراتی که ما میبینیم برای تعویض، دقیقاً تعویض گروگانها با مجرمین، بخشی از همین سیاست تنش صفر هست که داره اتفاق میفته در ساختار سیاست خارجی آمریکا، در ساختار سیاست خارجی ایران اسخای میکنم. و این موضوع موضوع خیلی مهمی است و کاری که باید انجام بشه قطعا با دولتی مثل دولت رئیسی که اون نه توان فکری این موضوع رو داشته، نه مشروعیت و مقبولیت رو داشته، نه پشتوانه ای رو داشته، امکان پذیر نبوده. به هر دلیلی که اگر ما رئیسی بگیم که کنار گذاشته شد یا کنار رفت یا هرچی هست، من با نظر امیر موافق هستم. قطعا چیز نمیتونسته ادامه پیدا کنه، دولت رئیسی 4 سال دومش رو نمیدید چون در توانش نبود بتونه این مشکلات رو حل بکنه. دو گام دیگه هم باید نگاه بکنیم در بحث پزشکیان و دقیقا قوه مجریه جمهوری اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی. یه بحث اقتصاد هست و مشکل عظیمی که اقتصاد ایران داره، مشکلی که فاجعه بار هست. من چند تا عدد و رقم فقط خدمتتون عرض می کنم. قیمت پایه فوب بنزین در ایران، در خلیج فارس نزدیک به 1 دلار هست. قیمت بنزینی که در داخل توزیع میشه 3,000 تومان، یعنی کمتر، نزدیک 5 سنت هست. یعنی ما چی با هزینه توزیع بنزین و اینا در ایران، ما چیز نزدیک به 1 دلار برای هر بنزین داریم سوبسید میدیم، چیز نزدیک به 115 تا 120 میلیون برای اون پیک مصرفی که در ایران هست مصرف بنزین داریم. یعنی روزانه دولت ایران از کیسه مردم چیز نزدیک به 110 میلیون دلار من مینیمم را عرض میکنم داره سوبسید برای خودرو میده. یعنی روزانه 110 میلیون دلار ما کسر بودجه داریم. شما همین رو حساب بکنید در یک 365 روز، یه رقم چیز نزدیک به شما، چیز نزدیک 40 میلیارد دلار سوبسید بنزین داره میده. و این سوبسید بنزین فقط اینطوریه که به مردم داده بشه، مقدار زیادی به اون قاچاقچیهایی داده میشه که سوخت رو از بلوچستان ایران برمیدارن میبرن به پاکستان، میبرن به عراق، به اقلیم، میبرن به سایر نقاط مرزی عراق، به مناطق مرزی ترکیه. یعنی این قاچاقی که داره اتفاق میفته به افغانستان برده میشه و خب این چندین جهت داره منتفع میشه، ولی در عمل واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی توان ادامه این رو نداره. یعنی مثل معتادی است که داره مواد مصرف میکنه ولی تا یه جایی بدنش کشش این موضوع داره، پول هم برای خرید موادش نداره. از سمت دیگه ما یه هزینه وحشتناکی دیگه داریم برای کالاهای دیگه، کالاهای انرژی دیگه، یعنی مثل برق و گاز و آب، برای اونها هم دولت داره سوبسید میده بدون اینکه چون سوبسید میده و سوداوری نداره این صنعت ها براش، توان ترمیم اونها رو هم نداره. واسه همین ما از پیک های مصرف گازمون قطع میشه، در پیک مصرف برقمون قطع میشه و این سوبسید هایی که داده میشه بسیار زیاد هست. یعنی این مجموع این سوبسید ها رو شما حساب بکنید، بار عظیمی است که رو دولت میاد. از سمت دیگه برای مواد غذایی هم داره سوبسید میده، برای شکر، برای آرد، برای برنج، برای همه موارد خوراکی مردم ماهانه چیز نزدیک 1 میلیارد دلار داره سوبسید میده. اگر اینها رو نکنیم، رقم بسیار بسیار بزرگی هستش. کاری که پزشکیان حالا مطابق اون، اگر به برنامه‌هاشون عمل بکنن، اگر به اون بودجه که نوشته میشه عمل بشه، که عموما این اتفاق نمیافته دیگه، ما میدونیم که بیشتر این بودجه اتفاق نمیافته، با کسی بودجه هم بسته میشه. آقای قاسمی خواهش میکنم میکروفون رو ببنده.
یکی از کارهایی که پزشکیان باید در طول این مدت انجام بده، وظیفه ای هست که من فکر میکنم به دوشش گذاشته خواهد شد، این جراحی هست که این کار دورش رو بگیره و مقدار زیادی، حالا به صورت پلکانی، به صورت شوک و یا هر حالتی هست، این سوبسید ها رو متوقف بود. همون یارانه های نقدی که پرداخت می شده یک رقم بسیار بالایی است. درست مرتب دارن هضم می کنن از دهک های مختلف جامعه و ملت هم فقیرتر میشن. این رو هم میدونیم که حذف هر کدوم از این موارد منجر به فقر بیشتر، تورم بیشتر، رکود بیشتر و این موارد میشه. ولی یه زمانهایی گذشته از اینها جمهوری اسلامی رو قبول بکنیم نکنیم، با تمام معایب میدونیم که هیچ نقطه مثبتی در جمهوری اسلامی من نمیبینم. قطعا هم همه دوستان برای این موضوع موافق هستن. و آخرشه من یه نکته دیگه میگم و تمام میکنم، آقای خانم چشم. ولی این اتفاق باید بیفته و دولت ها تا یه جایی میتونن این سوبسیدها رو بدن و یه جایی باید جلوش واسن. این دومین بحث اقتصادی است که به شما مواجه است. ولی تیکه آخر، یه تیکه دیگه است که من بازم وام میگیرم از امیر عزیز که گفتش، بحث این است که اگر در این دوره 4 ساله با مرگ خامنه‌ای، دوران پس خامنه‌ای بخواد اتفاق بیفته، برای این تغییر نیاز هست به یک فردی که یک، حالا نه حمایت همه اقشار، ولی یک مینیمومی از مشروعیت و مقبولیت رو داشته باشه که اون دوران انتقال کمترین تلاطم رو در کشور برش به وجود بیاد. و این کار رو پزشکیانی که به نوعی گفتمان شبیه مذهبی های 57 بوده میتونه به عهده بگیره. بسیاری از خانواده اصولگرا ترجیح دادن که پزشکیان رأی بدن، چون گفتمانش گفتمان مذهبی بوده، مورد قبولشون بوده، نه اونقدر هم تند بوده که افراد بخوان ازش زده بشن. یک مذهبی که شبیه مهندس بازرگان بود، تحصیل کرده است، فوق تخصص جراحی داره، خب از دین و قرآن و این موارد نهج البلاغه هم صحبت میکنه. بر خیلی از مردم ایران که هنوز تاندانس های مذهبی دارن قابل پذیرش تر بوده. بنابراین این سایتم رو فکر میکنم به عهده پزشکیان است که حالا چه در یک دوره 6 ماه، 1 سالی، در یک دوره 4 ساله این بار به دوشش باشه و این بار رو دنبال بکنه. متشکرم. با سپاس از شما آقای روتن دولتی. خانم انصاری بفرمایید، برای مدت 10 دقیقه وقت دارید، بعد آقای امیر شریفی. متشکرم ازتون. جناب آقای قاسمی به موارد بسیار حائز اهمیتی پرداختن، به ویژه در خصوص وضعیت رژیم اسلامی در منطقه با توجه به بحرانی که وجود داره، که من فکر می‌کنم که آقای پزشکیان فردی نخواهد بود که بتواند سیاست خارجی رژیم رو که به گونه وابسته و پیوند داره با سیاست داخلیش رو بخواهد تغییر بدهد. همونطور که عرض کردم، مسئله قانون اساسی هست، یعنی مشکل اساسی ما اونجا هست که از مقدمه شروع شده و کلیه اقداماتی هم که طی این سالیان رژیم اسلامی انجام داده در حقیقت بر مبنای همون قانون اساسی بوده است. منتهای مراتب با توجه به نگاه های مختلفی که جامعه می تواند نسبت به این قانون که جنبه سند مادر رو داره در یک جامعه، کمتر بهش توجه کردن و بیشتر در پی اون روابط بوده اند که چگونه می گذرد، یعنی روابط بین دولت مردان و با رهبر و برعکس. بنابراین من فکر می کنم که چه به حیث سیاست داخلی یا سیاست خارجی و روابط بین الملل که رژیم اسلامی قاعدتاً باید داشته باشه با دیگر دولت‌ها و بر مبنای همون سیاست گروگانگیری و عملیات تروریستی که با توجه به اینکه می‌خواهد به این شکل مشروعیت خودش رو بر دیگر دولت‌ها تحمیل بکنه وجود داره این وضعیت، بنابراین نمی‌تواند پیامد مثبتی داشته باشد و یا اینکه بخواهد یک چهره
مثبتی از خودش رو در بین دولت ها و روابطشون نشون بده. همونطور هم که جناب دولتی اشاره کردن به مسئله استرداد مجرمین، با توجه به اینکه هفته پیش از این به تفصیل به این مسئله پرداختیم که چگونه است که سیاست گروگانگیری جزو یکی از سیاست های کلان رژیم هست که بیشتر هم جنبه اقتصادی و اون صنعت گروگانگیری داره. به هر حال با توجه به شناختی که به حیث حقوقی و جامعه شناسی و همچنین روابط بین الملل در خصوص این رژیم دیده میشه و وجود داره، رژیم تا زمانی که به عمر خودش به این شکل ادامه میده، تمام این تنش‌ها و در حقیقت نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور وجود خواهد داشت و من فکر می کنم حل مشکل اساسی، بنابراین راه حل اساسی هم می طلبه و اون هم تغییر نظام هست که با توجه به وضعیت بسیار حساس کنونی من فکر می کنم که مردم شریف آگاه تر از اونی هستند که بخواهند به امثال پزشکیان دل ببندن که اقدامی براشون انجام بشه و از طرف دیگر روابط بین الملل و دولت های غربی هم به هر روی یک شناختی نسبت به رژیم اسلامی پیدا کردن، اما البته این ضعفشون رو هم من بگویم که در رابطه با گروگانگیری دو تابعیتی ها و یا استرداد مجرمینی که مرتکب جرائم فاحش بین المللی شدند و تن دادن به این اقداماتی رو که توسط رژیم اسلامی مطرح شده بوده، در واقع تعارض قوانینی وجود داره که می توان نسبت به اینکه مجرمین بین المللی رو که در واقع مرتکب جرائم بین المللی شدند رو با شهروندان عادی در یک کفه قرار دادن و این موجب می شود که رژیم اسلامی رو به ادامه این عملیات جنایتکارانه بیشتر تشویق بشه و از سوی دیگر مسئله داد و ستدهای اقتصادی بازرگانی هست که با توجه به اون منافع ملی که دولت‌ها برای خودشون در نظر گرفتن که نسبت به تعهداتی که در برابر شهروندان جامعهشون دارن یقینا منافع خودشون رو در نظر میگیرن و این داد و ستدها و انعقاد قراردادها رو صورت میدن که من فکر میکنم اینجا مسئولیت بین المللی حمایت و مسئولیتی که دولتها باید در قبال نظام های سرکوبگر و جنایتکار داشته باشند کوتاه میان و این نشان میدهد که در آینده نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان ما شاهد عملیات تروریستی بیشتر که نشأت گرفته از اقدامات رژیم اسلامی هست رو شاهد باشیم و این جای نگرانی داره. من فکر میکنم. متشکرم. با سپاس از شما خانم انصاری. آقای شریفی بفرمایید برای مدت 10 دقیقه. آقای شریفی سپاسگزارم جناب خلف، صدای بنده رو دارید؟ بله صدا و تصویر داریم، بفرمایید آقای شریف. بسیار سپاسگزارم. در بخش دوم عرایزم ببینید درباره سیاست خارجی صحبت شد که من در بخش اول جا انداختم. حرکت آقای پزشکیان، اول ما باید با هم به توافق برسیم که آقا اینجا با هر کارگزاری وضعیت مردم بهتر نخواهد شد. اینو هممون فکر میکنم سرش اتفاق نظر داشته باشیم. و قسمتی که بسیار پوشالی بودن آقای پزشکیان و انتخاب ایشون رو به عنوان کسی که
اقتداری داره یا ابتکار عملی دستش رو میکنه، همینه که ایشون بعد از رأی آوردن و به عنوان رئیس دولت انتخاب شدن، پیام های اولین کاری که میکنه این که با خبرنگاران نشستش رو لغو میکنه، دو تا نامه میفرسته به حماس و به حزب الله، ببخش به حزب الله، و این نشانه این است که آقا درسته که ما حالا توی ایران، نشانه این پیامیه که حاکمیت داره، درسته ما تو ایران سر یک عده‌ای رو کلاه گذاشتیم، ولی شما یه وقت امر بهتون مشتبه نشه که ما قرار دیگه کار قبلیمون رو نکنیم، ما هنوزم همون چیزی که ممکن بود با کاری که آپولوژیست های جمهوری اسلامی، خبرنگاران وابسته اونها در میدیای انگلیسی زبان و اصلا میدیا غیر فارسی منتشر میکردن، این سوء تفاهم برای گروه های محور مقاومت ایجاد بشه و آقای پزشکان اولین کاری که کردیم بود که سوء تفاهم برطرف کنه، اصلا اجازه ایجاد چنین سوء تفاهم رو نده. از طرف دیگر چیزی که به ضرر ملت ایران خواهد شد اینه که همون بازوان رسانه، الان خب دیگه میبینیم که هر دفعه که دوستان اصلاح طلب یک قدرتی میرسن، شبکه هاشون دوباره شروع به کار میکنه، از روزنامه های مثل نیویورک تایمز، الان که خب من و تو اطلاعیه داده که میخوایم با قدرت برگردیم و همه میدونیم این کجا نشأت میگیره، این میدیایی که به صورت کامل در اختیار اونهاست نشون دهنده اونه که افروش اونها در سیاست خارجی چیه، و وقتی ظریف میره درست ببین سیاست های کلی نظام در قبال سیاست های خارجی از پیش تعیین شده است، اون کسی که وزیر امور خارجه است به نقل قول صریح خود آقای ظریف که در مصاحبه پرسید، من پاسخ داد که من 0% تاثیرگذار بودم در سیاست ها، معنیش اینه که این سیاست ها کاملا از پیش تعیین شده، همه هم بهش اعتراف کردن. اما اینکه کی میره برای مذاکره و کی میره که صحبت کنه، این نشون دهنده اپروچ حاکم بر حاکمیت در راستای اینه که چگونه میخواد مشکلاتش رو حل کنه. اگه ظریف بره پاسخش یک چیزه، اگر آقای جلیلی بره پاسخش چیز دیگری، و با این انتصاب و با این رأی‌گیری مشخص شد که حکومت جمهوری اسلامی با توجه به کارهایی که در دوران رئیسی در حوزه سیاست خارجی انجام داد که بسیار فجیع بود و پاسخی هم آنچنان که در خور بود از جانب دول خارجی نگیره، در پی اینه که خب با این برگ برندگی پیدا کرده به مذاکرات دوباره برگرده و خب با یه کارگزار حرفه‌ای تری که کارش چنین باشه در بحث سیاست خارجی. اما مهمترین مشکل رو در راستای در کار اپوزیسیون می‌بینم، بسیار سنگ اندازی های خواهد شد در 6 ماه آینده و مشغول خواهند کرد رسانه ها افراد رو به اینکه ببین در بحث کابینه آقای پزشکیان بسیار میدیا دخیل خواهد شد، بسیار برنامه های زیادی رو خواهید دید، از اینجا من همین الان میگم که بابت هر یک وزیری که معرفی میشه به مجلس شما باید یک ریپورتاج بسیار عظیمی رو مشاهده کنید در میدیا، در بی بی سی، در روزنامه های ایران، این چیزیه که در دوران آقای رئیسی نبود. این دقیقا اون نقطه قوت اصلاح طلبانه که از هیچ یک هیاهوی پوشالی میسازن که کار اصلی بتونه در آرامش پیش بره. شما در دوران رئیسی اگر وزیر استیضاح میشد، نمیشد، معرفی میشد، رأی می آورد، برای کسی اهمیتی نداشت، ما هم مثلا تو خبرگزاری نمیخونیم، یا اصلا منتشر نمیشد، بازتاب داده نمیشد، یا در حد یه تایتل بازتاب داده میشد. اما ما در الان آینده خواهیم دید که چه خواهند کرد اینها و مدیا رو به دست خواهند گرفت که بتونن اون کار اصلی که وظیفه‌ای که بهشون محول شده رو انجام بدن.
دوم آقای پزشکیان، خب عرض کردم این قابلیت ضربه گیر بودن رو داره و بسیار هم مهم بود که ایشون سلکت بشن، به خاطر اینکه آقای پزشکیان فردی هستش که ببین ما در ساختار حکومت جمهوری اسلامی و به طور کلی ساختار تمام حاکمیت های توتالیته و تمامیت خواه، مهم اینه که اون کارگزار از خودش ایده ای نداشته باشه، ابتکار عملی نداشته باشه. مهم نیستش که اون ایده و ابتکار عملش از ذهن اون کارگزار در راستای خدمت به حاکمیتی و در راستای خدمت به حاکمیت نیست. مهم این هستش که اون یک مترسکی باشه که کارهایی که بهش محول میشه رو انجام بده. این در مورد آقای جلیلی، در مورد خیلی از حزب اللهی های دیگه هست. حتی صادق نبود، اونها از خودشون یک ایده هایی داشتن که به خیال خودشون در راستای منافع جمهوری اسلامی بود، ولی حاکمیت نشون داد که اون نمیپسنده و یک فرد خالی و ذهنی مثل آقای پزشکیان نیاز داره که بتونه ذوب باشه در ولایت و هرچی که گفتن رو انجام بده، کوچکترین مقاومتی هم نتونه بکنه. اسلاف آقای پزشکیان نشون دادن که اونهایی که مقاوم بودنش هم کاری نتونستن، به ظاهر مقاوم بودن کاری نتونستن بکنن. آقای پزشکیان هم خب از پیش خودش گفته که چه کار است و چجوری قرار قضیه رو پیش ببره، بنابراین این گزینه کم خطرتری و با یک لباس یک فرد ریفورمی است که اصلا همینطور نیست وارد صحنه شده و قدرت در دست گرفته. چه ما در سه ماه، حالا من در سه ماه این قضیه کابینه پیش خواهد اومد، در 6 ماه و 1 سال آینده ببینید به هر صورت قضیه افزایش نرخ حامل های انرژی پیش خواهد آمد. آقای پزشکان برعکس آقای روحانی قدرت این رو نداره که اونجور در 3 روز بزرگترین کشتار تاریخ بعد از مشروطه ایران رو انجام بده، با در این به مشکل خواهد خورد. این اشتباه محاسباتی بود که از نظر من اون کسانی که این صحنه رو چیدند مرتکب شدند و این صحنه چینی هم از ابتدا نتیجه از وقتی که خب 6 نفر کاندیدا معرفی شدن مشخص بود که نتیجه به کدوم سمت خواهد رفت. در نزاع بین آقای قالیباف و آقای جلیلی به قول همین دوستان از حرمین شمس بود که کسی به نفع کسی کنار نمیره. یک قدرت طلبی قالیباف رو ما میدانستیم، دیگری اینکه تیم جلیلی با سرباز صفرهاش در مجلس قالیباف رو شکست داده بود و به نفعش کنار نمیرفت و این مطمئنا مشخص بود که به نفع چه کسی خواهد شد. و چیزی مهمتری که رخ داده تغییر سبد رأی اصلاح طلبان از اون آرای خاکستری، از اون طبقه متوسط، از اون عوام تحصیل کرده دوباره تغییر پیدا کرد به یه تغییر عجیبی در سبد رأی ایجاد شد که خب ما دیدیم در روستاها بیشترین رأی به سبد پزشکیان ریخته شد و اصلا تغییر اساسی و بنیادینی هم در سبد رأی اصولگرایان اتفاق افتاد. این نشان دهنده همونه که اگر آقای رئیسی هم میموند 1 سال دیگه هم دولتش ادامه پیدا میکرد، این سبد رأی دچار این تغییر میشد و دوباره هم نمیتونست ابقا بشه در مقام ریاست جمهوریش. در بخوام اگر جمع بندی کنیم در آینده ایران رو، آینده ایران که بالاخره ایران ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی هستش فعلا و ما نمیتونیم که این دو گزینه رو الان از هم جدا بکنیم چون اثرگذارن بر هم دیگه، اثر متقابل دارند. در آینده نزدیک و در آینده دور جمهوری اسلامی دقیقا سیاستی رو که در دوران آقای روحانی پیش گرفته بود پیش میگیره. در زمین اقتصادی زمانی که ما 80% اقتصاد کشور در دست نهادهایی که اصلا شما نمیتونید سال بپرسی چه برسه بخوای انتخابش کنی، حتی در یک رأی گیری پوشالی بهش رأی بدی هست، در زمانی که شورای عالی مثلا سیاست گذاری فضای مجازی اکثریتش در دست دولت نیست، در زمانی که مجلس هم حتی اکثریتش همراه با دولت نیست، این اتفاق پیش میفته که ما هیچ گونه انتظاری نمیتونیم داشته باشیم آقای پزشکیان
بخواد وضعیت رو بهتر کنه یا حتی در همین سطح نگه داره. از نظر شخصی بنده نگه داشتن وضعیت در همین سطح هم خودش گونه بهتر کردن وضعیت، چون ثباتی که بالاخره یک ثبات هستش که در همین سطح حتی بعد نگه داره، اما این کار رو هم نخواهد توانست انجام بده. اگر که ما به 4 سال دوم برسیم، در نهایت در اسفند ماه سال 1406 عذرهای موجهی همیشه می آوردن رو میارن، میگن خب مجلس با ما نبود، شما بیاید ما تکرار میکنیم یک مجلسی رو برای ما انتخاب بکنید، دو دوم هم به ما رأی بدید که ما حالا کارهایی که میخواستیم انجام بدیم، اما این کار رو هم نخواهند توانست انجام بدن، چون که آقای پزشکیان اتوریته شخصی خودش و اون چیزی که از خودش نشون داده اینه که عموما دنبال اینجور کارها نیست. حتی جبهه اصلاحات هم در ابتدای انتخابات ما دیدیم خانم، با اینکه ایشون جز سه کاندیدی بود که اونها اعلام کردن، خانم آذر منصوری به عنوان دبیر کل جبهه اصلاحات حاضر نشد که در میتینگ زنان اصلاح طلب آقای پزشکیان شرکت کنه. آقای جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات بر علیهشون توییت میزد و این دو شقگی در میان اصلاح طلبان به نظر من بسیار بیشتر خواهد شد، چیزی که خودش رو در اسفند ماه سال 1402 نشان داده بود در انتخابات مجلس که بخشی با عنوان روزنه گشا از اصلاح طلبان آمدن، افرادی مثل آقای فاضلی، مثل آقای فرید مرجایی و حالا افراد دیگری که امضا کردن، چون امضاشون دیگه پابلیک، من ابایی ندارم اسمشون رو ببرم. این اختلافه در جناح اصلاح طلب، در جناح اپوزیسیون درون حکومتی بهشون بگیم اگر درست باشه، مشخص شده بود و این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد، چون در اون 4 ماه که اتفاقی نیفتاد. اگر که ما بخوایم از نگاه سیاستمدارانه و سیاسی به این اکسیون اصلاح طلبان نگاه کنیم، اگر بنا بود که اینها در انتخابات ریاست جمهوری چه الان چه سال بعد شرکت بکنن، باید مجلس رو میداشتن، ولی اونجا امتناع کردن از این کار و اینجا مجبور شدن که شرکت کنن و این پوست خربوزه‌ای بود که زیر پاشون افتاد. و جبهه اصلاحات از اونجایی که بسیار بسیار نزدیک آرایش به اینکه به سمت روی کرده میر حسین موسوی برود یا به سمت روی کرده خاتمی برود، حدودا مثلا در حد 1 به 40 تفاوتشون، تفاوت رأیشونه، بسیار امکان از هم پاشیدنش بالاست، از هم پاشیدن اون بسیار هم به نفع حاکمیت هستش. یعنی اتفاقی که افتاده ما در آینده، حتی در آینده جبهه اصلاحات هم خواهیم دید که این جبهه از بین خواهد رفت و به صورت کنونی ادامه پیدا نخواهد کرد. این یک اتفاقی که در سپهر سیاسی ایران رخ خواهد داد و ما حالا مشاهده کنیم که اینها دوباره مثل گذشته گذار طلب خواهند شد یا با یک لیبل دیگری به ادامه کار خواهند پرداخت. آینده ایران رو در جنبندی عرایزم بخوام عرض کنم، آینده کشور رو حدوداً بنده در 6-7 ماه آینده به غیر از بحث کابینه و حالا هیاهوهایی که دورش ایجاد خواهند کرد، آینده تقریبا در 6 ماه، در 6 ماه 9 ماه تقریبا با ثباتی خواهند دید، تا اینکه بعد از 9 ماه، یعنی در سال 1404، از فروردین 1404 به بعد، این تناقضات رو بشه، اصلاح طلبان دیگه دو شقه بشن و از اون طرف پایداریچی ها هم به حزب خودشون از حاکمیت واکنش های بسیار سنگین تری نشون بدن که این نزاع درون حاکمیت رو بسیار بسیار شدت میبخشه و باید دیدش که از اونجایی که هر کدوم از اینها حامیان نظامی دارن، یعنی در نیروهای نظامی حامیانی در خودشون دارن، چگونه اون کسی که این بازی رو طراحی کرده میخواد این مشکل رو هم حل بکنه. اما تقریبا تا مثلا میشه گفت تا عید سال بعد، تا 1404، شرایط باثباتی خواهیم داشت، اما بعد از اون شرایط بسیار بسیار بغرنج‌تر از اون چیزی خواهد شد که فکرش رو میکردیم.
حداقل در دوران آقای رئیسی که این تضادها میان نیروهای نظامی وجود نداشت. تضاد میان نیروهای نظامی بحثش فرق میکنه و نتایجش هم فرق خواهد کرد با تضاد بین حالا چند نیروی سیاسی یا چند تا بچه ای که در درون حاکمیت نیروی سیاسی به نیروی سیاسی تبدیل شدن و با یه رانتی به جای رسیدن حالا یه حرفی میدادن که زیاد هم حرفاش قابل توجه نیست. سپاسگزارم از شما، عذرخواهی میکنم که وقت شما رو هم گرفتم، بسیار هم خوشحال شدم که در خدمت شما دوستان حاضر بودم. با سپاس از شما آقای شریفی. آقای قاسمی بفرمایید. بله خیلی متشکرم. اگر بخوام یه جمع‌بندی کوتاه بکنم اینه که در وضعیت ساختار نظام هر دو سخنران با تجزیه و تحلیلی که ارائه دادند و دوستان دیگری که مشارکت کردند تغییرات عجیب غریبی به وجود نخواهد آمد. از نقطه نظر حقوقی خانم انصاری به این قضایا پرداختند، از نقطه نظر سیاسی روابط نیروهایی که هستند بودند آقای امیر شریفی به دقت این وضعیت رو برای ما تونستن یه ترسیم بکنند و مسئله اقتصادی رو همینطوری دوستان بهش توجه کردن، مسائل بین المللی رو بهش توجه کردن، مسئله منطقه رو بهش توجه کردند و آقای یکی از دوستان آقای علی کمالی چیز خوبی گفتن که گفتن این اومده برای اینکه یک پزشکی اومده فقط برای شاید یه حل یه مشکل موقت باشه، حالا ولی نگفتن مشکل موقت چیه، شاید مشکل موقت همین به این شکلی باشه که آقای شریفی ارجاعش میدن به سال 1404 که تا کنون به همین شکل، یعنی تا 1404 به همین شکل ادامه خواهد داشت. یک چیز دیگه که در اینجا باز مطرح شد اینی که اصلاح طلبان که در زمینه خاکستری وجود یعنی عمل می کردند الان از اونجا در اومدن به یک سمت دیگری رفتن، به سمت رژیم تمایل پیدا کردند و خاتمی و میرحسین موسوی به هر حال با موضع گیری هایی که کردن یه از اون حالت خاکستری در اومدن. حالا چه خواهد شد، به چه شکل دیگه خودشون رو مطرح خواهند کرد، به خوبی آقای شریفی راجبش صحبت کرد. البته این مسئله در ارتباط با نهضت آزادی هم صادقه، به نظر من اونها هم در این قضیه شریکن و به هر حال به همین شکل عمل کردن. مسئله دیگری رو که باز مطرح شد که همچین اومدن پزشکیان چیز عجیب غریبی نبود، خیلی زیادی دارن شروعش میکنن. بعدم همین قضیه رو یعنی هم خانم انصاری در ابتدا اصلا گفتن رژیم تغییری پیدا نخواهد کرد، به همین شکل خواهد بود. تجزیه و تحلیل آقای شریفی در انتها باز همین به همین نتیجه میرسه، یعنی دوستان دیگه هم که انتروانسیون کردن هر کدوم تقریبا به یه شکلی همین قضیه رو چیز میکنن که به هر حال تغییر عجیب غریبی به وجود نخواهد اومد، نه در ساختار و نه در رفتار، نه در روابط بین المللی. شواهدش هم نامه هاییه که پزشکیان فرستاده برای حماس و حزب الله و مسئله روسیه و این چیزایی هم که صحبت کردن و رفتن دیدن و از این چیز. در صورت بخوایم نتیجه گیری بکنیم، تا مسئله تا اخبار آینده به این چیزی هستیم که در یک حالت
استاتوکو خواهیم بود، همین شکلی که هست خواهیم بود در همین شکل و چیز عجیب غریبی نبوده نیست، فقط یه فیل هوا کردن بود، اگر من اجازه بدید که اینو بگم، یه فیل هوا کردن بود و انتظار عجیب غریبی نباید داشت. اما در این جلسه 28 نفر شرکت کردند که الان که آخر جلسه است 19 نفر موندن و از این 28 نفر یک چیزی حدود 20% از هم میهنان زن بودند و بقیه از هم میهنان مرد بودند و ما این آمار رو میگیم هر دفعه برای اینکه علاقمندیم تعداد زنان مبارز ایران که زیاد هستند و کار اصلی در مبارزات اونها انجام میدن، در یک چنین جلساتی هم شرکت بکنن. حالا هر کس بر هر جایی که علاقمنده در همونجا شرکت بکنه، ولی ما این آمار رو میدیم که مثلا جلسه گذشته نزدیک 50% از زنان شرکت کرده بودند. این جلسه درود بر خانم شیردخت زیارتی. خیلی خوشحالیم که صورت و خواستم بگم صورت زیبای شما رو میبینیم که درود به همه شما. دیدم از خانمای بیربتی مبارز نزدیم. صحبت میکنین. بر صورت این حالت اینو میگیم که برامون بسیار با اهمیته و هممون کوشش میکنیم که چون در اصول و مبانی فکری ما اینه که بتونیم تصاویر رو به وجود بیاریم. خیلی ممنون از همه، از کامبیز عزیز، من از طرف خودم خداحافظی میکنم و خواهش میکنم، فقط چون آقای امین کرماشایی آخرین لحظه صحبت وقت گرفتن. آقای کرماشایی بفرمایید، ولی آخرین نفری بفرمایید. مجدد من شدم که دوستان همشه شما چی پرسش داشت از سخن حالا خانم انصاری و که انجام شد پرسش هم شد خیلی سال این دارانه باشه و در رحلی بیاد و اونم اینه که با توجه به سخنان شما وظیفه ما مردم اون کشوریم در این شرایط چه چیزی؟ آیا ما باید هر سال دیگه صبر کنیم؟ زمان کوچیکی نیست. ما کارهای خرد یا چه کارهای کلانی میتوانیم انجام بدیم؟ و پرسشم یا به نظریه بگم کارهایی میتوانیم انجام بدیم یک شهروند حالا میخوام وارد کنشگری بشم تا به تمام توانم یک به بهبود اوضاع حالا نیم اقتصادی چون اقتصادی زیاد چیز عمل ها حالا فرقی و اینها به یک چشم انداز بشه. سپاسگزارم و اجازه میفرمایید پاسخ بدم؟ خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که به حیث حقوقی من همیشه میگم که مردم قدرت مؤسس هستن، یعنی این مردم هستن که یک دولتی رو به وجود میارن در کارزار انتخاباتیشون و مشارکت مستقیم در امور سیاسی، اقتصادی و دیگر موارد. البته این مشارکت هایی که عرض می کنم در نظام های دموکراتیک است، اما اینکه مردم قدرت مؤسس هستند در هر نظامیه و هیچ ربطی به این نداره که اون نظام توتالیتر باشه یا دموکرات. اما در رابطه با ایران این مردم باید به قدرت خودشون باورمند باشن و با توجه به سازماندهی های گسترده که نسبت به مبارزاتی که انجام میدهند، حتی کمیته های شهری محلی درست بکنند و برای هر کمیته بین خودشون رأی اکثریت رو دریافت بکنند که چه فردی میتواند رهبریت اون کمیته رو بر عهده بگیره. یعنی نافرمانی های مدنی به همین شکل به طور ساختاری و سازمان
دهی شده می تواند ما را به سمت آزادی از بند این رژیم دیکتاتور توتالیتر نجات بده. و بنابراین این مسئله قدرت مؤسس رو ما هیچگاه فراموش نکنیم که اساساً هم شخصیت حقوقی داره، مردم قدرت مؤسس هستند، حاکم هستند بر انتخاب اون حاکمانی که سر کار میان و به عنوان کارگزاران مردم باید در خدمت مردم باشند و نه اینکه بخواهند تمام افکار پوسیده خودشون رو بر جامعه تحمیل بکنند. برای ادامه مبارزات گسترده تر ما نیاز به سازماندهی بین این گروه ها داریم، با توجه به اینکه در داخل ایران خوشبختانه اختلاف سلیقه و نظر و اینها کمتر هست، چون موقعیت رو درک می کنند و تفاوتش با اپوزیسیون خارج از کشور این هست که اینجا در خارج از ایران بیشتر سلیقه شخصی خودشون رو دخالت میدن در مسائلی که مربوط به منافع ملی، مربوط به همه مردم هست و اینها اپوزیسیون باید در خارج از کشور باید تکلیف خودش رو با این چنین تفکری روشن بکنه و در کنار مردم ایران فارغ از نظریه های و افکار حزبی با یک مخرج مشترک که همه ما آزادی ایران رو در نظر داریم همراه مبارزان داخل باشن. به همین ترتیب ما می توانیم با توجه به نافرمانی مدنی و در کنارش دفاع مشروع، حق دفاع مشروع هم باید ما ملحوظ نظر داشته باشیم که در زمان حمله نیروهای انتظامی و غیر انتظامی مثل بسیج و سپاه و اینها به نسبت حمله‌ای که به ما می‌کنند از خودمون دفاع بکنیم و این در قوانین بین‌المللی و به ویژه منشور سازمان ملل ماده 51 آمده است که این دفاع، حق دفاع مشروع از خود رو نه تنها به رسمیت شناخته بلکه دارای ضمانت اجرا کرده و این چون مربوط به همه دولت ها و همه جوامع میشه بنابراین قائل به استثناء نباید بود و این مسئله در رابطه با ایران عزیز و مردم شریفمون هم مصداق پیدا میکنه و به این شکل باید ما تداوم مبارزاتی و اعتراضات در کف خیابان رو در نظر داشته باشیم و مایی هم که خارج از کشور هستیم به حمایت و همگرایی با مردم داخل باید به نظام اون سازمان ها و نهادهای حقوقی قضایی و اجرایی این کشورهایی که سکونت داریم وضعیت کنونی مردم ایران رو به درستی و به کرات بهشون گزارش بدیم تا اونها هم از این حالت خمودگی و بی تفاوتی به در بیان و به مسئولیت بین المللی حمایت خودشون که یک اصل هست در حقوق بین الملل به پیوندن و از مردم شریف حمایت بکنم. من اینطور فکر میکنم. با سپاس از شما خانم انصاری، آرزوی شب روز خوشی برای همه شما دارم. یک کلمه من تایید میکنم سخنان خانم انصاری رو، واقعا اون چیزایی رو گفتند که در اساسنامه در بذارید من اینو چیز کنم، چیزایی رو گفتن که در باورنامه ما، در اساسنامه ما، در همه چی هست و به درستی گفتن، تکرار کردن، تحزب یا انجمنها و نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت، دفاع از خود و به دقت همه اینا رو گفتن. بنابراین صحبت های حزب رو به شکل خوبی بیان کردم. خیلی ممنون. متشکرم. آرزوی همه شب و روز شما خوشی. سپاس از خانم عزیز. خدا نگهدار. روز همگی خوش. هفته آینده.